بهرامی، انتقاد حقانی نشان دهنده جنگ قدرت درونی مقام‌های ارشد طالبان است. آلمان، طالبان نمی‌توانند صدای زنان را با میله‌های زندان خاموش کنند. پلان اضطراری شبکه حقانی برای کنترل افغانستان و پیام عاجل هنس حقانی به مردم افغانستان. محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران در کابل میگوید که انتقاد اخیر سراج‌الدین حقانی از شیوه حکمرانی طالبان نماد از جنگ قدرت درونی مقام‌های ارشد این گروه است. آقای بهرامی روز دوشنبه 24 دلو در توییت نگاشته است: به نظر می رسد علنی کردن این انتقاد با هدف تولید نوع بازدارندگی در برابر تمایل رهبر طالبان به توزیع نفوذ در همه ستون مجموعه، خصوصا متعاقب حکم اخیر مرتبط با وزارت امرالمعروف می باشد. انحصار قدرت، بسته شدن دروازه مکتبها و دانشگاهها برای دختران از سوی رهبر طالبان، ظاهرا اختلافات میان رهبران این گروه را با گذشت هر روز گسترده تر ساخته است. سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از رهبری این گروه انتقاد کرده و گفته که انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه بر دیگران به سود آنان نیست. او تاکید کرده است که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. در پی این انتقاد تند حقانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این شیوه برای انتقاد مناسب نیست. او افزوده که بر مبنای اخلاق اسلامی انتقاد باید به گونه محرم و محفوظ با امیر یا وزیر یا مسئول مطرح شود. آلمان، طالبان نمی توانند صدای زنان را با میله های زندان خاموش کنند. سفارت آلمان در افغانستان با استقبال از آزادی پریسا مبارز، مسئول جنبش زنان معترض در تخار، خواهان رهایی نرگس سادات، عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان، از بند طالبان شده است. این سفارت در روز یک شنبه در توییت نگاشته است که طالبان نمی توانند صدای زنان را با میله های زندان خاموش کنند. سفارت آلمان برای افغانستان افزوده است: درخواست برای آموزش زنان و سایر حقوق اولیه را نمی توان با میله های زندان خاموش کرد، بلکه تا زمانی که بازداشت های خودسرانه ادامه داشته باشد قوی تر خواهد شد. پیش از این ریچارد بن، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، نیز در توییت خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس سادات، از بند طالبان شد. طالبان نرگس سادات، عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان، را دیروز از ساحه پل سرخ شهر کابل بازداشت کردند. ابین دری، سفیر سابق ایران: انتقاد حقانی نماد از جنگ قدرت درونی مقام‌های طالبان است. محمد رضا بهرامی سفیر سابق ایران در افغانستان میگوید انتقاد اخیر سراج‌الدین حقانی از شیوه حکمرانی طالبان نماد از جنگ قدرت درونی مقام‌های ارشد این گروه است. انس حقانی: وقت آن رسیده است که دروازه آموزش برای دختران باز شود. آسواگا نیوز گزارش میدهد. انس حقانی عضو ارشد طالبان میگوید آموزش حق اسلامی و افغانی دختران است و زمان آن رسیده است که دروازه تمام نهادهای تعلیمی بازگشایی شود. آقای حقانی در رشته تویت نوشته است: من میتوانم با اطمینان به شما بگویم که زمان آن فرا رسیده است که تمام مؤسسات آموزشی برای خواهران باز شود، زیرا این حق اسلامی و افغانی آنهاست. انس حقانی در حال به این موضوع اشاره میکند که سراج‌الدین حقانی برادر او و وزیر داخله دو روز پیش در ولایت خوست گفت که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست و نباید دیدگاه یک جانبه بالای مردم تعمیل شود. گفتنی است که چیز کم 2 سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از مکتبها محروم شدند و حدود 2 ماه می شود دختران دانشگاه ها نیز حضورشان در نهادهای آموزشی به تعلیق درآمد. انسجام زنان ضرورت برای عصر حاضر، عایشه گزارش می دهد. زنان در ادوار تاریخ آسیب پذیر، پایمالترین و سرکوب شده ترین قشر جوامع قلمداد شدند. با وصف آن که نقش امنیت زنان در هم عرصه ها ثابت و برجسته بوده و از این واقعیت انکار ناپذیر نمی توان چشم پوشید، ولی چرا بار محرومیت ها، محکومیت ها و خشونت را آنان بر دوش داشته باشند؟ آیا نگرش های منفی جامعه باعث این پدیده منفور می شود و یا هم انگیزه های تبعیض گرایانه؟ چرایی و چگونگی محکومیت زنان افغان امروز با پرسش های توهم و مدرم می شود که نیازمند ژرف‌نگری مسئولانه و اقدامات عملی از سوی تمام زنان افغان در داخل و خارج از کشور، نهادهای حمایت کننده ملی و بین المللی و جوامع جهانی است.
برای بیرون رفت از این تنگنا، راهکارهای لازم، پویا و سنجیده شده نیز الزامی است. بدون شک تطبیق هم استراتژی‌ها و پالیسی‌ها در گرو همبستگی، هماهنگی و انسجام زنان افغان است. عدم همکاری و هماهنگی منسجم زنان در هر نوع فعالیت دادخواهانه نه تنها تاثیرگذار نخواهد بود، بلکه آبریختن در آسیا به دشمنان نیز محسوب شده می‌تواند. زنان افغان برای دستیابی به اهداف والای خیش بیش از همه به تعامل و همپذیری نیاز دارند تا با این سرمایه اجتماعی و نبوغ سیاسی بتوانند چالش‌های فرارای خیش را از میان بردارند. زنان افغان امروز باعث به همبستگی و انسجام حرکت‌های مدنی خیش سر و سامان دهند. فعالیت‌ها و گذشته‌های خیش را مرور کرده، نقاط قوت را ادامه دهند و نقاط ضعف خیش را نیز به نقاط قوت تبدیل کنند. درک اهمیت موضوع برای منسجم ساختن حرکت‌ها از جانب فعالان مدنی و سیاسی با هم‌نوایی نهادهای بین‌المللی فرصت پیش آمده برای انسجام و هماهنگ‌سازی نهضت زنان بوده می‌تواند. نکته قابل عطف چگونگی استفاده از آن است که نباید ضایع شود. رای مبارزه رای دشواری‌ها است. خوشبختانه که زنان قهرمان و شجاع افغان با تجربه اندوخته طرق و زبان مبارزات را خوب می‌دانند. با توجه به اعتراضات خیابانی در کشور و مواجه شدن با پاسخهای سرکوبگرانه و اخذ اعترافات اجباری، گستردگی اعراب و وحشت چندین برابر شده است. تحمیل این همه عمل خشونتبار، مهاجرت اجباری فعالان حقوق بشر و زنان از کشور، بار مبارزات را برای زنان داخل کشور سنگین تر ساخته است. از سوی دیگر، زنان و فعالان پناهنده و پراگنده شده در کشورهای دیگر که نگران وضعیت زنان در داخل افغانستان هستند، به صورت نامنظم فعالیت میکنند. مردان انگشت شماری که در گذشته در کنار زنان مبارز قرار داشتند، بنابر موازیر موجود حالا صحنه مبارزات را ترک گفتند. موقف گیری نامشخص و ناپایگیرانه جوامع حامی دموکراسی در قبال زنان نمایانگر تنهایی زنان در میدان مبارزه است. حالا تحقق آرمانهای زنان بیشتر از پیش مشکل شده است، اما ناممکن نه. در جو کنونی که نظام حاکم مستبدانه و سرکوبگرانه عمل میکند، ایجاب میکند تا زنان افغان در پالیسی مبارزات خیش تغییرات لازم را اعمال و میکانیزم های نوین را بر مفتضای زمان عملی کنند. برای به دست آوردن نتایج مطلوب ضرورت است تا زنان افغان ظرفیت ها و ابزار مبارزه را بازتعریف کنند. انسجام فعالان و هماهنگی امور نوی از لشکرآرایی و ساماندهی برای مبارزات پنداشته می شود. در این صورت در چنین فضای زنان افغان بیش از هر زمان دیگر به همبستگی، انسجام و هماهنگی ضرورت دارند. حالا فرصت برای تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد. زنان مبارز باید آگاهانه این خطرات را درک و شناسایی کنند. دلایل فرق و بس عامل دیگر بزرگترین انگیزه برای یکپارچگی، هماهنگی و انسجام زنان بر مفتضای زمان است. هر نوع تجاهل و غفلت در قبال شکلگیری حرکت همگانی به مرگ تدریجی و خاموش شدن مشعل آزادی تمام می شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. شب روزتان خوش.